درود بر محضر یکایک که شما هم میهنان ارجمند در همه جای جهان آن سوی خبر با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان همراه با چکیدگی برخی از مطالب منتشره در نشریات تهران در سی دقیقه از لندن به سمع و نظر شما بینندگان تلویزیون ایران فردا میرسد نخست مروری بر سرفصل اهم اخبار امشب در آن سوی خبر در گذشت پدر ریتم، تیتر و واجه های هارمونیک در روزنامنگاری مدرن ایران استاد حسین قندی نظارت ده ساله ای آمریکا بر پروژه های انرژی هسته ای ایران در تازه اظهار موضع ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده ای آمریکا. ادامه واکنش ها به ماجراهای تحویل مشک های سی با عقب نشینی مجدد روس ها در تحویل این سامانه ادامه دور جدیدی مذاکرات هسته‌ای در وین اتریش ماجراهای مهاجران سرگردان سواحل مدیترانه در اتحادیه اروپا موجی از محکومیت های جهانی به واقعه نسل کشی از سوی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و بالاخره باستاب استاب بیوقفه طرح استانی شدن انتخابات ایران سرفصل اهم مطالب و اخبار برگزیده امشب جمعه چهارم اردویشت ماه ایرانی است که در طول سی دقیقه پیش روی از تلویزیون ایران فردا در لندن به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک مشروح اخبار را پی میگیریم با تازه ترین اخبار دریافتی از بحران یمن همینطور با بازگشت کشتی های ایرانی به سوی مرزهای خود ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است کاروان کشتی های ایرانی که احتمالا حامل سلاح پیشرفته به مقصد یمن بودند مسیر خود را تغییر داده و بازگشتند یک مقام عالی رتبه پنتاگون که به شرط عدم انتشار نام خود با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتگو می کرد تاکید داشت که شاید کاروان کشتی های ایرانی بار دیگر راه یمن را در پیش بگیرند اما حداقل در روز پنجشنبه این مسیر را طی نکرده است بنابر اعلام پنتاگون این کاروان شامل نه کشتی می شود که به سمت بندر عدن در یمن حرکت می کرد به احتمال می رود حامل اسلحه های پیشرفته ای برای شورشیان شیعه حوسی ها باشد خبرگزاری رویترز هم به نقل از دیگر مقامات دولت آمریکا نوشت که این کاروان در دریای عرب و خلیج ادن بود و هنوز هم در مرزهای شرقی یمن حضور دارد پیش از این اشتان کارتر وزیر دفاع آمریکا خوشدار داده بود که کشتی های ایرانی می توانند حامل اسلحه برای حوسی ها باشند اما وی مشخص نکرد که آیا ایالات متحده این کشتی ها را به اجبار متوقف و آن را بازرسی خواهد کرد یا نه اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران متهم به حمایت از شورشیان حوسی است که پایتخت یمن را تصرف کرده اند باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا نیز گفته است به ایران درباره ارسال سلاح به یمن هشدار داده است اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران پیام ویژه‌ای از آمریکا درباره یمن دریافت نکرده است ادامه آن سوی خبر با آخرین جزئیات از روند مذاکرات هسته‌ای با اعلام نظارت ده ساله غرب بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده به منتقدان توافق ای با ایران اطمینان داد که آمریکا در چارچوب این توافق میتواند هرگونه فعالیت نظامی احتمالی ایران را که مرتبط با برنامه هستهایان باشد ردیابی کند به گزارش خبرگزاری رویترز آقای ارنست مونیز که روز پنج به سوم اردیبهشت با شبکه تلویزیونی سی ان بی سی مصاحبه می کرد می گفت ما برای مدت زمان حداقل ده سال امکان این را خواهیم داشت که هر گونه فعالیت نظامی مرتبط با برنامه هسته ایران را به سادگی ردیابی کنیم و زمان کافی برای واکنش به آن نیز خواهیم داشت. ایران و گروه پنج به علاوه یک متشکل از ایالات متحده آمریکا، کشور پادشاهی بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 13 فروردین ماه توانسته بودند که پس از ماها مذاکره به یک تفاهم سیاسی به منظور دستیابی به توافق جامعه اتمی دست پیدا کنند. آنسویه خبر با خبری از اغب نشینی روسیه در تحویل مشک های S-300 به جمهوری اسلامی ایران روسیه اعلام کرد که بعید است سیستم های دفاع ضد هوایی S-300 در آینده نزدیک به ایران تحویل داده شود به گزارش خبرگزاری انترفاکس سرگئی ریابکوف، معاون وزارت امور خارجه روسیه، دیروز می گفت: من هیچ تاریخی را مشخص نمی کنم. اما روشن است که شرایط از زمان تصمیم رئیس جمهوری برای لغو ممنوعیت ارسال S-300 به ایران تغییر کرده است. معاون وزارت امور خارجه روسیه همچنین می گفت: فکر نمی کنم این موضوعی مربوط به آینده نزدیک باشد. چیزی که اهمیت بیشتری دارد این است که باید یک تصمیم سیاسی و حقوقی گرفته شود که چون این امکانی را مهیا کند سخنان آقای ریابکوف درباره تغییر شرایط از زمان فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای لغو ممنوعیت پنج ساله تحویل دادن سیستم های ضد هوایی s 300 به ایران پس از آن بیان می شود که مقام های جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده بودند تا بتوانند این سیستم را تا پایان امسال در اختیار داشته باشند. پیش از این نیکولای پاتروشوف وزیر امنیت ملی روسیه گفته بود که اتمام این پروژه دست کم شش ماه زمان لازم دارد. قرار داده فروش سیستم های ضد هوایی S-300 میان ایران و روسیه در سال 2008 به امضا رسید. اما مسکو در سال 2010 به بهانه قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل آنها به ایران را لغو کرد و این اظهار و واکنش ها در حالی است که دور جدید گفتگوها در وین از سر گرفته شد معاونان وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات ای و در دومین روز از مذاکرات که به منظور نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای در وین آغاز شده است دیدار کردند به گزارش خبرگزاری ها و اخبار دریافتی و منتشر از رسانه های بین المللی هلگا شمت معاون فدریکا مویرنی رئیس سیاست خارجی تاریه اروپا نیز در مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا حضور دارد دوره تازه مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک از روز چهارشنبه با دیدار سید عباس اراقچی، مجید تخت روانچی، معاونان وزیر خارجه کشور جمهوری اسلامی ایران با هلگا اشمت، معاون نماینده گروه پنجه به علاوه یک و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است. در سوی دیگر ماجرا حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران که در وین اتریش به سر میبرد در پاسخ به این سوال که نگارش متن از چه بخشی شروع شده است این گونه پاسخ میداد که این جزئیاتی است که در زیل مذاکرات مطرح است و به هر حال تدوین متن توافق جامع آغاز شده و صحبت هایم شده است که تا حدی کار به چه صورتی تداوم پیدا کند آقای بعیدی نژاد در پاسخ به این سوال که موضوع تحریم ها در دستور اصلی این دور از مذاکرات قرار دارد یا خیر جواب میداد طبیعتا به دلیل آنکه بخشی از مباحث تحریم ها باید جزئی تر شود و ما باید برایمان روشن تر شود که این روند لغو تحریم ها در جزئیات چگونه خواهد بود بله در دستور کار ما قرار دارد و انتظار داریم این موضوع هرچه بیشتر جزئیاتش تدوین شود چون اولویت اصلی ماست این دور از مذاکرات امروز نیز ادامه یافت و قرار است هفته آینده نیز در نیویورک آمریکا از سر گرفته شود ادامه آن سوی خبر با خبرهای سنفی با تازه ترین وعده دولت برای تأمین مطالبات معلمان ایرانی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه دولت علی رغم همه محدودیت ها به دنبال حل مشکلات معیشتی معلمان است می افزود برای ارتقای سطح معیشت معلمان باید به دنبال منابع جدید باشیم و این آمادگی وجود دارد که با گشایش در امور به اعتبارات ویژه ای را برای آموزش و پرورش تخصیص داد تا مشکلات این نهاد را تا حد ممکن کاهش دهد از منظر کارشناسان عرصه سیاست و امور رسانه منظور آقای نوبخت از تعبیر گشایش در امور همانا برطرف شدن تحریم ها و افزایش درآمد دولت است به گزارش سرویس آموزش و پرورش خبرگزاری ایسنا محمد باقر نوبخت در گرد همایی اعضای شورای معاونان وزیر و مدیران کل آموزش و پرورش استانها که در اردوگاهی به نام شهید باهنر برگزار شد با اشاره به تاریخچه شکلگیری قانون نظام پرداخت هماهنگ در سال 67 میافزود در آن قانون تبعیضاتی در خصوص پرداخت ها وجود داشت که سبب شد قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد و باید در چارچوب همین قانون اصلاحاتی را در دریافتی معلمان ایجاد کنیم سخنان آقای نوبخت در حالی بیان شده است که نهادهای سنفی معلمان خواهان ادامه اعتراض معلمان در هفته معلم شدهاند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان برخی محدودیت ها و همینطور تنگناهای اقتصادی دولت ادامه میداد که علا رغم همه کمی منابع با پیگیری های وزیر آموزش و پرورش در سالهای 92 و 93 بودجه تخصیصی به آموزش و پرورش قریب به 110 درصد بودجه مصوب بوده است و این نشان می‌دهد عزم دولت در کمک به نهاد تعلیم و تربیت و حل مسائل معلمان جدی است. نوبخت این مقام عالی رتبه ی عرصه اقتصاد و برنامه ریزی کابینه روحانی در ادامه میافزود دولت علاوه بر تخصیص کامل اعتبارات مصبب با آموزش و پرورش برای اجرای نظام رتبه معلمان در سال 94 مبلغ 1350 میلیارد تومان و برای سال 95 3500 میلیارد تومان در نظر گرفته است. از سوی دیگر در همین زمینه و مضمون خبر میرسد دولت حقوق بازنشستگان را نیز افزایش داده است سازمان تأمین اجتماعی با صدور بیانیه اعلام کرده است که بر پایه مصوبه دولت حقوق بازنشستگان بین 15 تا 17 درصد افزایش می‌یابد به گزارش خبرگزاری ایسنا هیئت دولت در نشست روز گذشته خود این افزایش حقوق را تصویب کرد و این مصوبه پس از ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت ما اجرا می شود. قرار است حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران که حداقل حقوق را دریافت می کنند 17 درصد و حقوق دیگران نیز 15 درصد افزایش یابد. ادامه برنامه آن سوی خبر با واکنش ها به استانی شدن انتخابات با اعلام نظر سریح دولت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این رابطه مشخص می گفت طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی که کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است نیازمند تغییراتی است به گزارش خبرنگار ایسنا و خبرگزاری های مختلف در ایران در منطقه کوکیلو و رحمت محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران در گچ ساران می گفت دولت با کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس موافق است اما برخی تبصره‌ها ها و ماده های آن باید بازنگری شود سخنگوی دولت در این راستا میافزود برخی از استانهای کشور شرایط اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را ندارند و امیدوارم با اصلاحاتی که در این طرح ایجاد می شود این اشکالات نیز رفع شود نوبخت در بخش دیگری از اظهارات خود در حوزه نفت و انرژی اظهاراتی کرد و می گفت همچنین چهار میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت داریم اما هماکنون یک میلیون بشکه تولید می کنیم البته همین میزانی که تولید می کنیم فروخته می شود اما پولش وارد کشور نمی شود با خبری از خبرگان رهبری آن سوی خبر را ادامه می دهیم با شما بینندگان عزیز ایران فردا در برنامه آن سوی خبر محمد یزدی رئیس خبرگان رهبری به ریاست کمیته انتخاب شده است که وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده دارد در جلسه دیروز کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری محمد یزدی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد به گزارش رسانه های داخل ایران از جمله خبرگزاری های ایرنا و ایسنا در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون مسائل روز انتخابات داخلی کمیسیون تحقیق جهت تعیین هیئت رئیسه این کمیسیون انجام پذیرفت که بر این اساس پس از رأی گیری محمد یزدی به عنوان رئیس کمیسیون تحقیق و محمود هاشمی شهرودی و قربان علی دوری نجف آبادی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم ابراهیم رئیسی و حسین بوشهری به عنوان منشی و محسن مشتهد شبستری به عنوان مخبر این کمیسیون انتخاب شدند کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری 11 عضو اصلی و 5 عضو علل بدل دارد و پیش از این محمد رضا مهدوی کنی ریاست این کمیسیون را بر عهده داشت. کمیسیون تحقیق وظیفه تحقیق درباره عملکرد نهادهای زیر نظر رهبری را بر عهده دارد. ادامه برنامه یانسوی سوی خبر با تازه اظهارات علی جنتی از روند امور و کار دولت در حوزه ها و عرصه های فرهنگ علی جنتی وزیر ارشاد گفت کارهای فرهنگی باید به انجمنها و بخش خصوصی سپرده شود تا دولت از تصدیگری نجات پیدا کند و به فعالیت های اصلی خود برسد به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا علی جنتی پنجشنبه شب در دیدار با اصحاب فرهنگ هنر و رسانه سیستان در زاهدان گفت استانداری ها، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی باید برای ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری همکاری داشته باشند و استفاده از سرسراهای مناسب متعلق به دستگاه های دولتی برای تبدیل شدن به سالن های نمایش فیلم و تئاتر از جمله برنامه های سال جاری وزارت فرهنگ و ارشاد است آقای جنتی در ادامه اظهارات خود اشاره می کرد که وزارت ارشاد تا کنون در سطح کشور حدود 150 سرسرای مناسب در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده است تا بعد از تجهیز برای نمایش فیلم و سایر فعالیت های هنری مورد استفاده قرار گیرد. جنتی درباره استفاده از اینترنت نیز گفت امروز شبکه های اجتماعی فراگیر شده و توانسته بخش مهمی از اوقات فراغت جوانان را نیز به خود اختصاص دهد وزیر ارشاد گفته است باید برای فضاهای مجازی سیاست واحدی داشته باشیم تا بتوانیم از این شبکه ها و تکنولوژی روز برای گسترش فرهنگ دینی و اسلامی و انقلاب استفاده کنیم مرگ ریت در تیتر مطبوعات ایران درگذشت استاد حسین قندی حسین قندی روزنامه‌نگار برجسته ایرانی اصر دیروز در 63 سالگی درگذشت. شادروان قندی پس از ده روز به سر بردن در کما در بیمارستان قیاسی تهران جان سپرد. این استاد روزنامه‌نگاری که شاگردان زیادی را در عرصه روزنامه‌نگاری تربیت کرد، به خاطر مهارت در انتخاب تیتر خبرها به سلطان تیتر در ایران معروف بود مرحوم استاد حسین قندی متولد سال سی در سبزوار و بزرگ شده تهران بود حسین قندی سال 49 دیپلم گرفت و در دو رشته زبان و ادبیات انگلیسی و روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی قبول شد و روزنامه را انتخاب کرد روزنامه نوین تخیل در روزنامه مقاله مقال نویسی در مطبوعات و روزنامه تخصصی از جمله مهمترین تعلیفات حسین قندی است با انتشار خبر در گذشت این استاد نامی عرصه روزنامه موجی از تأثیر و اندوه تمامی دانشجویان روزنامه و علاقمندان به آن استاد را از آغازین ساعات بامداد امروز فرا گرفت گروه خبر تلویزیون ایران فردا و برنامه در آستانه ی تولید صفحه یک و بررسی مطبوعات این ضایعه دردناک را به عموم هموطنان خاص روزنامه نگاران تسلیت میگوید و شخص این جانب که دانشجوی مستقیم آن استاد پیشکسوت روزنامه بودم و از محضر آن عزیز سفر کرده از این دیار بسیار آموختم یاد و نامش را هماره گرامی داشته و آرزو مندم که مسیرش هماره پر پیرو و روشن باد کماکان بیننده برنامه آن سوی خبر هستید با واقعی ورزشی در ایران استعفای مدیرعامل پرس پولیس حمید رزا سیاسی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که هیئت مدیره این باشگاه با استعفای وی از این سمت موافقت کرده است آقای سیاسی روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا گفت جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس چهارشنبه شب برگزار شد اما قرار گذاشته شد که نتیجه آن امروز اعلام شود به گفته ایشان از مجموع هفت عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس چهار نفر به درخواست استعفایش رأی مثبت و سه نفر رأی منفی دادند. سیاسی درباره اینکه آیا در خصوص مدیرعامل نیز صحبت شد یا نگفت بحثی درباره انتخاب مدیرعامل صورت نگرفت و طبق مصوبات قبلی قائم مقام فعالیت ها را انجام می دهد. آقای سیاسی که از روز 15 آذر ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد اواخر فروردین ماه آزاد شده و بعد از آن اعلام کرد که از این سمت استعفا داده است بازگشت وی بعد از آزادی به باشگاه پرسپولیس تنش هایی را نیز ایجاد کرده بود محمد حسین نجات فلاح به عنوان قائم مقام باشگاه کارهای مربوط به مدیر عامل، این باشگاه را نیز انجام می دهد. خبری دیگر از لایه های پایین شهر در تهران با انتشار خبری از خودکشی شهروند از برج بلند میلاد دیروز یک زن با پرش از برج میلاد خودکشی کرد به گزارش ایرنا زنی با حدود 50 سال سن صبح دیروز بر اثر سقوط از طبقه چهارم واحد های تجاری برج میلاد جان خود را از دست داد بنابراین گزارش هنوز علت وقوع این حادثه و دلیل سقوط متوفا مشخص نیست اما بر اساس اعلام برخی شاهدان عینی احتمال خودکشی در وقوع این حادثه وجود دارد برنامه آن سوی خبر را با دو رویداد خارجی و فرامنطقه‌ای پی میگیریم نخواست کشته شدن دو گروگان غربی در افغانستان کاخ سفید در ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه میگوید دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی در عملیات ضد تروریسم آمریکا در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان در ماه ژانویه امسال کشته شدند کاخ سفید در بیانیه‌ای با اعلام این خبر تأسف شدید خود را از مرگ این دو گروگان ابراز کرده است. وارن واینستین آمریکایی و جوانی لوپورتو ایتالیایی از چند سال پیش در دست القاعده بودند. آقای واینستین سه سال داشت و در سال 2011 از خانه اش در لاهور پاکستان رو بوده شد. او به مدت هفت سال در پاکستان زندگی کرده بود و عمدتا در طرحهای توسعه اقتصادی فعال بود. جوانی لوپورتو 39 ساله و در سال 2012 از شهر ملتان در پاکستان رو بوده شد او برای یک سازمان امدادرسان بین المللی کار می کرد. یک مقام امنیتی به خبرگزاری از پرس گفته است که این دو گروگان در حمله هواپیمای بدون سرنشین به مواضع القاعده در مرز افغانستان و پاکستان کشته شدند. کاخ سفید در همین راستا در بیانیه خود گفته است دو آمریکایی دیگر نیز که از اعضای القاعده بودند در این حمله کشته شدند یکی از این افراد آدم گدن بوده که زمانی سخنگوی گروه القاعده محسوب میشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی به طور تصادفی در این عملیات نجات و بمباران کشته شدند آقای اوباما بابت مرگ این دو فرد ابراز تأثیر کرده است همچنین در این راستا اشاره می کرد که نیروهای آمریکایی با این باور عملیات خود را شروع کردند که در منطقه مورد حمله نیروهای آمریکایی هیچ شهروند غیر نظامی حضور ندارد اما پیکارجویان گروگان ها را در این محل مخفی کرده بودند و در پایان برنامه یانسوی خبر تصمیم بروکسل درباره مهاجران غیرقانونی با داستانهای مرگبار در آبهای مدیترانه رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه سوم اردیبهشت خود در بروکسل متعهد شدند که کشتی های کمکی، هواپیما و هلیکوپترهای بیشتری برای حل موضوع مهاجران به دریای مدیترانه اعزام کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آلمان و فرانسه هر کدام متحد شدند دو کشتی اعزام کنند بریتانیا اعلام کرد سه کشتی اعزام می و چند کشور اروپایی دیگر هم هلیکوپترهایی اعزام می کنند تا برای عملیات نجات مهاجران حضور فعال داشته باشند سران اتحادیه اروپا همچنین بودجه گشت زنی در مرزهای آبی مدیترانه را سه برابر کرده و آن را به 9 ممیز 7 میلیون دلار در ماه افزایش دادند. دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا گفت رهبران اتحادیه اروپا هر کدام کمک های زیادی متحد شدند و تجهیزات و کارکنان بیشتری به منطقه آبهای مدیترانه اعزام خواهد شد. و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگروار و سویه هایی از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدرود